مدتی ملاحظه می شود که سران جامعه، سران اپوزیسیون تلاش میکنن با شخصیت ها گفتگو بکنن، با دولت ها، با پارلمان ها، با اتحادیه های پارلمانی. آیا به نظر شما که در این روابط بین الملل آگاهی دارید، هرگز هیچ دولتی بر اساس خواست نمایندگان مردمی یک کشوری سیاستش رو تغییر میده؟ خیر، هیچ کدوم از المانهای اپوزیسیون در خارج کشور نمیتونن یک رابطه سیمبیوتیک با یه دولت اروپایی داشته باشن. میتونن رابطه پارازیتی داشته باشن، یعنی مثل پارازیتی بچسبن به یه دولتی و از اون بمکن. دقت میکنید؟ هیچ کدوم نمیتونن رابطه سیمبیوتیک داشته باشن، به خاطر اینکه اهرم واقعی رو زمین ندارن اونجا. امید رو هم شما نمیتونی معامله بکنی این طرف. مسئله متاسفانه به قدری خزعبلات تلاوت میشه در فضای خارج کشور. من واقعا فکر میکنم اگه ما یه دگمه‌ای داشتیم، مثلا میزدیم میگفتیم الان من این دگمه رو میزنم اپوزیسیون خارج از کشور خاموش میشه، احتمالاً عبور از جمهوری اسلامی مثلا یه 20 سال شاید جلو میافتاد اگه ما میتونستیم این کار بکنیم، یعنی اگر جدا یه دگمه وجود داشت. یکی میاد در اپوزیسیون میگه که در نتیجه تلاش‌های من بود که آمریکا نفت ایران رو تحریم کرد. چی داری میگی اصلا؟ اصلا تو یا خودت نمیدونی کی هستی، یا نمیدونی آمریکا کیه، یا نمیدونی مثلا تحریم نفت چیه. یعنی یکی از این سه مقوله است. یه ده میگن که ما الان در تلاشیم تا اتحادیه اروپا و سپاه رو در لیست تروریستی قرار بدیم. بابا جان شما مثل اون داستان چیز دیگه، وقتی که سال 1944 پاپ رهبر کاتولیکای جهان به آلمان نازی اعلام جنگ داد، این خبر رو که به استالین دادن، استالین گفت بسیار خبر مبارکیه، فقط بفرمایید که پاپ چند تا لشکر میخواد به جبهه جنوب اعزام بکنه. یعنی هیچی. اصلا چه اهمیتی داره که تو اعلام جنگ بدی، اعلام صلح بدی؟ من بارها با این شخصیت ها ملاقات کردم. وقتی می باشون حرف میزنی خوب با دقت به حرفت گوش میدن و طوری وانمود میکنن که انگار حرفایی که تو میزنی براشون تازگی داره و اینا به یک دریای ناشناختهی دست پیدا کردن. بعدم با تعجب سر تکون میدن و بعدم یادداشت برمیدارن تون تون مینویسن که تو همچین فکر میکنی از این دره بیای بیرون، این یادداشتا تبدیل به لایحه میشه، لایحه تبدیل به قانون میشه، قانون میره پدر جمهوری اسلامی رو در میاره. اصلا شورای امنیت خدا میدونه شما از اون در اومدی بیرون، طرف این یادداشت رو از در کارو میکنه، مچاله میکنه میرسه سرکارش کن. تمام این دیدار با سفیر و وکیل و پارلمان و اینا، مردم خیالتون راحت بکنم، همینه، هیچی بیشتر از این نیست.